سلام سهشنبه چهار اسفند 94 23 فوریه 2016 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه دیروز صبح گروهی از معترضین به حیوان آزاری همراه تعدادی از هنرمندان جلوی سازمان محیط زیست در تهران تجمع داشتند و این تجمع به دنبال فیلم تکان دهنده ای بود که روی شبکه های اجتماعی آمد از شکنجه و آزار یک سگ در استان گلستان که به هر حال زارب دستگیر شده و قرار شده جریمه بشه این اقدام جالب و درست که در حمایت از حقوق حیوانات صورت گرفته میتواند در حمایت از حقوق انسانها هم به اشکال مختلف انجام بشه همین دیروز در مشهد روزنامه خراسان در ستون پیامک شکایت تعدادی از اولیا پدران و مادران دانش آموزان دبستانی رو کودکان دبستانی رو چاپ کرده که معلمی به دلیل پرتابه کاغذ به سوی او و وقتی پشتش به کلاس بوده و بعد که خواسته لو بدن به اصطلاح پرتاب کننده رو و دانش آموزان کودک اجتناب کردند با کمربند سی و دو نفر از دانش آموزان تمام دانش آموزان کلاس رو کتک زده تا جایی که به قول مادر یکی از بچه ها دست های فرزندش از ضربه کمربند سیاه شد اداره آموزش پرورش خراسان گفته به ما اگر شکایت کنند رسیدگی می کنیم مدیر و معلم تکذیب می کنند ولی ده ها نفر چندین نفر از اولیاء کودکان تایید کردند که فرزندانشون با کمربند کتک در استان سیستان و بلوچستان هم 25 نفر از دانش آموزان رشته تجربی کلاس سوم دبیرستان رشته تجربی نامه خطاب به آقای روحانی نوشتند و در اون آوردند که بیش از یک ساله که ده نفر از جوانان روستای نصیرآباد از توابع سرباز بازداشت شدند بدون اینکه هیچ کس توضیح بده که جوانان این ده برای چه در زندان هستند احکام شلاق بر تن معترضین و زندانیان سیاسی نمونه دیگری از آزار انسانها در جمهوری اسلامی است که دیروز حکم هاشم پدر هاشم زینالی پدر سعید زینالی دانشجویی که از هجده تیر تا الان توسط سپاه ربوده و به قتل رسیده احتمالا و مفقود شده به 74 ضربه شلاق و 91 روز حبس محکوم شده به دلیل تجمع اعتراضی سی آبان ماه جلوی زندان اوین محمد رضا علی پیام شاعر تنز پرداز هم که در زندان رجای شهر بند دو با زندانیان عادی هم بند هست دیروز به دلیل ای که به سرش خورده دچار خون ریزی شده هشت بخیه سر او خورده به بیمارستان منتقل شده و به دلیل اینکه بیهوش شده به یاد نمیاره چگونه در مورد ضربه و ضرب و شتم قرار گرفته اسماعیل عبدی دبیر کل کانون سنفی معلمان هم که از ماه تیر در زندان هست توسط قاضی سلواتی به شش سال حبس تعذیری در دادگاه بدوی محکوم شد رضا سمیعی منفرد زندانی سیاسی بند هفت زندان اوین هم دست به اعتصاب غذا از دیروز داده خواسته او آزادی مشروط برای پیگیری درمانش در بیرون از بیمارستان او که بازرس ویژه بانک مرکزی بوده به گفته خودش تنها جرمش افشای فساد سه هزار میلیارد تومانی است موضوع سوم اینکه سه هزار و هشت کارگر زغال سنگ کرمان کرما دو ماه حقوق طلبکار هستند و کارگران بخش صنعتی نیشکر هفت تپه هم دیروز دست به یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان اداری مجتمع زدند به دلیل خصوصی سازی چرا که همین الان هم به گفته ای کارگران دو ماه حقوق طلبکارند بیش از 1500 کارگر پاداشاشون رو اضافه بر حقوق طلبکارند کارن 700 کارگر روزمست پنج ماه حقوق نگرفتن و رانندگان طرف قرارداد مجتمع هم شش ماه باشون تصفیه حساب نشده رئیس کارگروه کاهش مواد مخدر در مجمع تشخیص مسلحت نظام هم عنوان کرده که مجلس نهم در پیشگیری از مواد مخدر بسیار منفعل بوده به همراه دولت و 300 هزار نفر در کشور به ماده کشنده شیشه معتادند 2274 و و و نفر از اعتیاد مردن تا کنون در 8 سال گذشته ایشون گفته تعداد معتادان خیابانی ده برابر شده و تعداد زنان معتاد دو برابر شده موضوع چهارم این که در خصوص انتخابات پیش رو یک دعوتی رو من در شبکه های اجتماعی دیدم که کسانی از نقاط مختلف کشور دعوت کردند شب انتخابات یعنی پنجشنبه شب در اعتراض به گرسنگی و سفره خالی اینکه حالا دعوا بر سر رفتن به مجلس و صندلی سبز هست اما قابلمه های خالی و صفره های خالی هر کسی در هر کجا هست اقدام به, به صدا در آوردن بوغ و زدن روی بشخاب و کاسب و مایتابه بکنه که این به این ترتیب اعتراض ابراز بشه این آکسیون که البته مسبوق به سابقه در کشورهای آمریکای لاتین به خصوص در آکسیون بزرگ مردم شیلی علیه ژنرال پینوشه هستش و به طرز عجیبی همه مردم در اون مشارکت کردن اکسیون خوب و مهمی میتونه باشه که شبهای آینده باز هم راجع به اون میتونیم صحبت کنیم سازمان های جبهه ملی حزب ملت ایران و حزب پان ایرانیسم هم اعلام کردند که در انتخابات مجلس شرکت نمی کنند همبستگی از مدتی قبل دست به اقدام ابتکاری صندوق موازی زده و تعدادی از فعالین اونها مثل آقای مهندس با رفتن به حوزه ثبت نام و رد صلاحیت فضایی رو ایجاد کردند به همراه اعضای از جبهه ملی و دیگران که نشون بدن چگونه در واقع فرزندان راستین ملت کسانی که دستهای پاک دارند نمیتونند کاندیدا بشن رقابت انتخاباتی داشته باشند از حق شهروندی محروم هستند و در نتیجه دعوت کردند که به شکل نمادین در صندوق اینترنتی که درست شده مردم رای بدن که تا کنون چند هزار نفر رای دادن اما درگیری انتخاباتی از سوی اصولگراها به شکل استراتژی اینکه اصلاح طلبان عامل انگلیسی ها هستند شدت گرفته و اصلا تبلیغاتشون رو کردن نه به نفوذ انگلیس و به طرق مختلف به بهانه مطالبی که بی بی سی مطرح کرده آقای هاشمی و کلا لیست های اصلاح رو به نفوذ انگلیسی ها متهم میکنند. آقای احمد توکلی نامه به آقای رفسنجانی نوشته و گفته مراقب حمایت انگلیسی ها باشید و سردار جزایری سپاه گفته سکوت وزارت خارجه در برابر دخالت انگلیس در انتخابات شبه برانگیزه البته آقای آشمی رفسنجانی جواب داده و گفته این حرف توهین به شعور مردمه و تلویحا به سپاه حمله کرده و گفته افکار دگمی که پشت سرنیزه خوابیده برای جامعه نامناسبه و به هر حال تاکتیک دیگر اصولگراها این است که در لیست های اصلاح طلبان که تعدادی کاندیدای غرزی از اصولگره ها دارند هم شکاف ایجاد کنند از جمله لیستی که منصوب با آقای رفسنجانی است آقای دوری نجف آبادی وزیر اطلاعاتی که در دوره او قتل های زنجیری اتفاق افتاد هم عنوان کرده که من خبر نداشتم در این لیست منو گذاشتن ولی نفی نمی کنم چون بزرگانی در این لیست هستم و جالبه این بزرگانی که میگه امثال موحدی کرمانی و امینی است ولی از خود آقای رفسنجانی نام نمیبره آقای موحدی کرمانی هم دوباره تاکید کرده که گروه خونی من به اصلاح, طلب ها نمیخوره و تابع ولایت و اصولگرا هستم آقای رسایی هم عنوان کرده که آقای هاشمی باید لیست جدید منتشر کنه چون تعدادی گفتن ما راضی نبودیم اسممون رو بگذارن و بنابراین باید بنرهایی رم که زدن جمع کنن البته پیشا پیش یک از حزب اللهی ها بنرها رو پاره میکنن ظاهرا از این طرفی ها هم کسانی پسترهای اصولگره ها رو پاره میکنن آقای حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی هم که داماد آقای دوری نجف است و از اعضای وزارت اطلاعات بوده عنوان کرده که اصلاح طلبان در پذیرش نتایج انتخابات سال 88 خیشتنداری نکردند ایشون اشاره نکرده که ریختن دستگیر کردند بردن زندان قبل از اینکه اساساً نتایجی اعلام بشه موضوع پنجم که در سوریه توافق روسیه و امریکا ظاهرا انجام شده که از شنبه آتش بس برقرار بشه آقای ظریف گفته البته جزئیات هنوز معلوم نیست و عربستان رو به آتش افروزی متهم کرده آقای چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفته که دخالت نیروی زمینی ترکیه در سوریه هنوز براش برنامه نداریم مؤسسه بین المللی پژوهش صلح استکهلم هم عنوان کرده که در چهار سال گذشته خاورمیانه بیشترین خرید سلاح رو در جهان داشته سعودی 275 درصد و قطر 279 درصد رشد خرید سلاح داشتن اما موضوع آخر اینکه آقای متحری تیکه جالبی رو گفته گفته انگلیس ها در جایی نفوذ میکنن که روزی پنج مرتبه میگویند مقام معظم رهبری اندکی سب سهر نزدیک از تا فردا شاد پیروز و باشید با و فا باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی